درود میفرستم بر شما همیهن عزیز و ارجمند. گفتش که کوسه و ریشفه قابل جمع نیست، یعنی نمیشه که هم کوسه باشی و هم ریشفه. این تناقضه. حکایت این تناقض حکایت جمهوری اسلامی است با دموکراسی و حقوق بشر. جمهوری اسلامی حکومتی است ایدئولوژیک که مطابق قانون اساسی و به ویژه اون اصلاحی که در سال 68 شد، قدرت مطلق دست یک فرد هست که اون فرد به عنوان ولی فقیه مادام العمر و غیر پاسخگوست. یعنی تا زمانی که اسرائیل نیاد سراغش، اون رهبر دارای قدرت مطلقه، تمام قدرت هم در دست اوست. از طریق نظارت استصوابی تمام منتقدین و مخالفین رو رد صلاحیت میکنن، طرفداران قدرت مطلقه رو دستچین میکنن، میگن مردم از بین اینها برای ریاست جمهوری، برای مجلس و برای جای دیگه انتخاب کنید. لذا تمام اونهایی که در قدرت قرار گرفتن طی 40 سال گذشته و به ویژه در دوران رهبری 31-32 ساله شخص خامنه ای، همه کسانی هستند که سناگوی حکومت و قدرت مطلقه. نمونش هم مجلسی که با کمترین آرا تشکیل شد و در واقع مجلس غیر مشروعی است و فقط ابزاری است در دست قدرت مطلقه. در این مملکت شما صبح که بلند میشید با موج پارازیت روی ماهواره ها روبرو هستید، با فیلتر اینترنت روبرو هستید، با سانسور روبرو هستید، با تفتیش عقیده روبرو هستید. هر نوع حزب و سازمان و سندیکا و اتحادیه که بخوان مستقل باشن حق فعالیت ندارن. اگر فعالیت بکنم متهمم به اقدام علیه امنیت ملی و تبانی و باید برن زندان. اون وقت این دم و دستگاه میخواد درس حقوق بشر و دموکراسی بده به غرب و به دنیا متمدن، میخواد رقابت هم بکنه، تازه نصیحتشون هم میکنه. در سال 78 چند تن از دانشجویان رو کشتن، از جمله سعید زینالی که هنوز حتی جسدش رو هم تحویل خانواده ندادن و عذرخواهی نکردن، زبونشون هم دراز. به دستور شخص خامنه ای در سال 88 بیش از 100 تن کشته شدن، هزاران تن به زندان ها و شکنجه ها سپرده شدن و عذرخواهی نکردن، زبونشون هم دراز. در دیماه 96 نزدیک به 100 تن رو کشتن، هزاران تن رو زندان کردن، چند تن رو هم در زندان ها خودکشوندن، پوزش نخواستن، زبونشون هم دراز. در آبان ماه 98 به روایتی بیش از 1500 تن رو کشتن و به روایت حکومتی ها بیش از 230 تن رو کشتن، عذرخواهی نکردن، زبونشون هم درازه. اون وقت این زبون درازها به آمریکا ایراد میگیرن که شما حقوق بشر رو رعایت نمیکنید، نمیذارید مردمتون نفس بکشه. چند ده تن رو در قتل‌های زنجیره‌ای کشتن، عذرخواهی نکردن، زبونشون هم درازه. اگر شما بخواید موارد جنایت و نقض حقوق بشر رو ذکر کنید در جمهوری اسلامی، مثنوی هزار من کاغذ خواهد شد. فروهر و پروانه فروهر رو کشتن، ستار بهشتی رو زیر شکنجه کشتن، پویا بختیاری ها رو کشتن، زهرا کاظمی ها رو کشتن، همه اینها رو کشتن، دکتر امامی ها رو کشتن و پشیمون نشدن، عذرخواهی نکردن، زبونشون هم درازه.
حکایت ما با این حکومت اینه، حکومتی که در جنایت و نقض سیستماتیک حقوق بشر در دنیا اول است، اگر کره شمالی رو به حساب نیاوریم، اون وقت مدعی دموکراسی و حقوق بشر برای دنیای متمدن هم هست. وقاحت بالاتر از این، پر روی بیش از این. و این وقاحت و این پر روی رو در مقابل چشم دنیا انجام میدن. مردم به این توجه کنیم، خودشون میدونن که دارن وقاحت به خرج میدن، میدونن دارن ریاکاری میکنن، میدونن دارن دروغ میگن و میدونن مضحکه دنیا خواهند شد که شدن سر همین قضیه که آقای خامنه‌ای گفتش که مردم رو میکشن، عذرخواهی نمیکنن، زبونشون هم درازه. حضرت عالی متهم ردیف اولی در این مسئله در دنیا، ولی خب میگم هیچ ابایی هم ندارم. چرا ابا ندارم؟ چرا ابا ندارم؟ برای اینکه قدرت مردم رو نمیبینن. البته دیدن، در 18 تیر شخص خامنه ای گریه کرد، در 88 آمد گفت من جسمی ناقص و علیل و ذلیل و اینها، در حرکت های بعدی هم در 96 آمد و انداخت کردن مسئولین، در 98 هم همین کار رو کرد. و من اطمینان دارم مردم، شهروندان، آزادی خواهان، اگر ما متحد باشیم حرکت توفنده انجام بدیم با امید بیشتر، اون وقت خواهید دید که همین زبون درازها چگونه به التماس خواهند افتاد. البته خواهند دید قدرت مردم رو، خواهند دید توفندگی قدرت مردم رو که در واقع نمت به زخم مردم نپاشن. این همه انسان شریف رو زندان کردن، کسانی مثل نرگس محمدی، نسیم ستوده، آرش صادقی و صدها تن دیگر رو زندان کردن، در شکنجگاه ها نگه داشتن یا کشتن، زبونشون هم دراز، پشیمان هم نیستن. اما این داستان تمام خواهد شد. امروز مردم ایران به لحاظ اقتصادی ورشکسته شدن، سقوط کردن، اکثریت مردم به نان شب محتاجن. به نان شب محتاج بودن نه اینکه شب نون نداشته باشن بخورن، به این معنا که کرای خونهشون رو ندارن بدن، به این معنا که هزینه زندگیشون رو ندارن بدن، به این معنا که چکاشون پاس نمیشه، به این معنا که اموراتشون نمیگذره. و این حکومت بی تفاوت تر از هر زمان پولهای مردم، میلیاردها دلار رو در منطقه و سوریه و جاهای دیگه جنگ افروزی میکنه، هزینه میکنه، ملت رو در فقر و در فلاکت نگه داشته، زبونش هم دراز، پشیمان هم نیست. ما مردم باید حرکت کنیم، ما اپوزیسیون باید حرکت کنیم، ما آزادی خواهان باید متحد بشیم. و امروز روز اتحاد برای نجات خود. شرایط اقتصادی در واقع درست گفت اون آمریکایی و وضع ما رو گفت که نمیتونیم نفس بکشیم، گلومون رو گرفتن، گلوی سیاسی ها، آزاد اندیش ها، احزاب، اپوزیسیون، تشکل ها رو یک جور گرفتن و گلوی اکثریت ملت فقیر رو یک جور دیگری گرفتن و هیچ کس هم هیچ خیالش نیست. و ما باید به فکر خودمون باشیم. اروپایی ها دنبال معامله با جمهوری اسلامی هست. ترامپی که این همه با جمهوری اسلامی دشمنی داره و با هم دیگه خصمن، دیروز اعلام کرد، گفت که الان بهترین شرایط جمهوری اسلامی، بیا با هم معامله کنی. ما مردم باید به فکر خودمون باشیم. شرایط اقتصادی روز به روز داره بدتر میشه، چیزی برای مردم نمونده. باید متحد بشیم، باید مبارزات رو تشدید کنیم. این روزها مردم دارن میان توی خیابون، یه عده آب ندارن، یه عده برق ندارن، یه عده نان ندارن، یه عده حقوق نگرفتن و این تشدید خواهد شد، باید هم تشدید بشه. و ما باید تلاش کنیم تا اون روزی که این اسلامیت و ایدئولوژی رو از قانون اساسی حذف کنیم، یک ساختار آزاد، سکولار، دموکراتیک، مردمی به وجود بیاد، با دنیا مراوداتمون عادی بشه. مملکت ایران باید نجات پیدا کنه از دست این بدبختی. مملکت ایران باید نجات پیدا کنه از دست آخوند. آخوندی که دیروز 1500 تن کشته، امروز داره به آمریکایی‌ها درس حقوق بشر میده. این یعنی تا تش ایستاده. و ما هم باید بایستیم، مملکتمون رو باید نجات بدیم.
ملت شریف ایران، آزادی خواهان، مبارزان، اپوزیسیون ها، ما باید خودمون رو نجات بدیم، مملکتمون رو بسازیم، مملکتمون رو به ریل عادی بیاندازیم مثل همه دنیا. و این کاری نداره بعد از این همه هزینه از دوران مشروطه تا کنون و به ویژه در 40 سال اخیر بالاترین هزینه ها رو پرداخت کردیم. با یک حرکت جدی، با یک اتحاد جدی میتونیم حذف کنیم این ایدئولوژی رو از این قانون اساسی و روحانیت رو بفرستیم توی جایی که باید باشن. لیاقت و صلاحیت ندارن در مسائل سیاسی و امور اجتماعی مردم دخالت کنن. نمیبینید چقدر دروغ میگن، چقدر ریاکاری میکنن، چقدر واردن، به قول خودشون عین گربه مرتضی علی میمونن، هر جوری که بندازشون چارچنگولی میان پایین. بعد یه روز طرفدار حقوق بشر میشن، یه روز طرفدار دموکراسی میشن، یه روز اشک تمساح میریزن برای فلان آمریکایی کشته شده. اینا اینقدر وقیحن. نباید بهراسیم، نباید ناامید باشیم، باید متحد باشیم، امیدوار باشیم، بسازیم در واقع اون جمهوری که خمینی در فرانسه گفت و خلافش عمل کرد که جمهوری مثل جمهوری فرانسه رو ما میتونیم به وجود بیاریم. صلاحیت و توانش رو داریم. ما مردم ایران زمان قانون اساسی در 100 سال پیش نوشتیم که در کل این منطقه اصلا قانون اساسی وجود نداشت. بنابراین ما ملتی هستیم آگاه، پیشرو، مترقی و باید اعتماد به نفس پیدا کنیم و باید از این وضعیت پراکندگی در بیایم و قطعا به روزی برسانیم این مملکت رو که اینهایی که امروز با وقاحت میان دروغ میگن، زبونشون هم درازه و ملت رو میکشن، اینا برن تو سوراخ موش قایم شن و میشن. امیدوارم پاینده باشید، امیدوارم پیروز باشید و امیدوار هستم که از شر این حکومت آخوندی نجات پیدا کنید. بدرود.